چند جلسه ای که میرم خواستگاری، خب همه جواب مثبت میدن، بعد مثلا یه هفته دو هفته جوابشون منفی میشه. آیا با هم رفت آمد آه. میکنید که جوابشون منفی میشه یا چه اتفاقی میفته؟ بیشتر هم دیگر رو میشناسید، چی میشه که منفی میشه؟ والا نه زیاد واقعیتش رفت آمد نمی کنم به خاطر مثلا کارم و اینا، زیاد رفت آمد نمی کنم، ولی هم تلفنی و حالا چت و اینا، حالا بعد این یکی دو هفته جواب منفی میشه. یعنی جلسه اول که میرید خواستگاری اوکیه، آره میخوان ادامه بدید، ولی بعدن مثلا در عرض چند وقت، یک هفته، دو هفته، سه هفته یا یک ماه، چقدر بعد جوابشون منفی میشه؟ بران دیگه 2 هفته 3 هفته نهایش تو این مایه ها توی دو هفته سه این هفته رفت آمدتون به چه صورته؟ خیلی کم، خیلی کم کم بهش توجه میکنی؟ والا نمیم بس شاید توجه کم، بس توجه نیست، ها حالا چیه؟ شاید کمتر زنگ میزنم، کمتر پیام میدم. او فکر آره میکنه که اونطوری تو نچسبیدی به رابطه و او رو بخوای، میگه از الان که این انقدر سرده چه برسه بعدن که بخواد ازدواج بکنیم چی میشه، انگار تمایلی نداره، یا اینکه خودش میگه شاید از من زیاد خوشش نیومده. همچین شاید تصوراتی ولی هم میتونه داشته باشه وقتی که شما خواهان یه چیزی هستی، پیگیرشی، میری دنبالش، ولی وقتی که از یه چیزی خوشت نیاد یه ذره سردی شلی برای این که و او شاید همچین احساسی پیش خودش بکنه. مثلا آخه مثلا این مکالماتی که با هم داشتید بهت بر نگشت بگه که دوست دارم بیشتر پیگیر باشی، نیستی، ندیدم دست و چرا زنگ نزدی، یه همچین حرفایی رو بهت نگفته که یه کلیدی بشه که ما بفهمیم؟ چرا این صحبت ها هم شده اتفاقا بعضی موقع شده، ولی خب من نتونستم خودم رو وقت بدم. میدونی مثلا یه توی خانواده بودیم که این مثلا ابراز این طور احساساتتون روابط ضعیف بود. آره احتمالا بخاطر این و بعد اونا دوست داشتن که کلامی بیشتر صحبت کنند، بیشتر شما وجود داشته باشی در حقیقت، ببیننت دیگه و آره تمرین احتمالا آره بکنی مهارت ابراز احساسات رو چطوری. اگر کسی آها خوشت اومده خیلی راحت در مورد ویژگی های قشنگش صحبت بکنی، به او حس خوب بدی. وقتی شما کاریزما خواهید داشت که کسی که ازت جدا میشه حس خوبی داشته باشه، یا ازش تعریف کرده باشی یا ازت چیزی یاد گرفته باشه، متوجهی؟ ولی اگه سمم بکن خب باشی و هیچ رد و بدل اطلاعاتی بینتون صورت نگیره، اون اتفاق خوب ما شاهدش نیستیم. حتی اومدن یک تحقیقی رو انجام دادن که عکس یک خانم زیبا رو نشون دادن و گفتن که ما بخوایم که شما با این فرد آشنا بشید. توی یکی از آزمایشایی که انجام دادن، خانومه خیلی قشنگ صحبت کرده، با طرف ارتباط خوبی گرفته، ولی توی یه گروه دیگه خانومه چی نمیگفته و طرف مقابل بوده که داشته صحبت میکرده. بعد دیدن اون خانومی که بیشتر صحبت کرده برای طرف مقابلش جذابیت بیشتری داشته، با اینکه از درست نظر ظاهری یکی بوده ها، ولی چون رد و بدل اطلاعات صورت میگیره و فرد احساسش رو بیان میکنه، این صمیمیت میتونه بیشتر خودش رو نشون بده. حالا ما از شما میخوایم که این تمرین رو انجام بدی و خیلی قشنگه که الان اومدی بالا، مرسی، چون این باعث میشه که جرأتت بیشتر بشه. ببین یکی از روش ها یا تاکتیک هایی که ما برای کمرویی استفاده میکنیم، به طرف میگیم که زنگ بزن به جاهای مختلف، مثلا به یک کتاب خونه ازشون در مورد یک کتاب سوال کن، زنگ بزن مثلا بیمارستان در مورد نوبت گرفتن از برای اینکه یه مثلا بیماری خاصی داری صحبت کن، و آروم آروم با تلفن شروع کن. به این ترتیب جرأت داری، یا زنگ بزن یک برنامه رادیویی
صحبت بکن تا خجالتت بریزه. خانم ها از درست. فردی که جسارت دارن و خوب میتونن صحبت بکنن از اون افراد خوششون میاد. ولی اگه کمرو باشی، سرتو بندازی پایین، حرفی نزنی، نمیتونی اون جذابیت رو داشته باشی. گرفتی؟ آها درسته، من دقیقا این کمرویی و خجالت خیلی آره. به ماسیب زده. دستتون در نکنه. دکتر فاطمه آذرتاج، مشاور خانواده، مدرس دانشگاه و درمانگر جنسی.